سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به اینکه شخصی که در سر دارین، شخصی که بهش فکر میکنین، دوستان آیا دلش برای شما تنگ شده یا نه. دوستان عزیزان، برای این فال دو انتخاب داریم. انتخاب 1 و 2 نشونتون میدم، کارت ها رو جلوی خودتون میکشم نشونتون میدم و بعد بنابر اونها انتخاب کنیم. عزیزانی که مشکل انتخاب دارین، دوستان انتخاب 1 رو نگاه کنین و فکر کنین جنگل هم بیابان بود از روز نخست و انتخاب 2 وجود نداره. دوستان مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یاران که هستین در کنارم. عزیزان دل، من کارتا رو میکشم، از اوراکل جادوگران استفاده میکنم برای انتخابتون و کارت هایی که کشیدم نشونتون میدم تا اینکه بخواین انتخاب کنیم. انتخاب 1 اول ببینیم چه کارتی هستش. خب کارتی هست که برگشت و حرف از شما، توجه کنین اینجا حرف از جادوی فکر، جادوی هوا میزنه، ببخشید جادوی هوا. خب جادوی هوا نگاه کنین، این کارت ها، این انتخاب اول شما هست و انتخاب دوم. انتخاب دوم حرف از تغییر و تحول انجام بده و بله تغییر و تحول انجام بده. خب این کارت هستش، نگاه کنین. اولی عدد 5 هست، دومی عدد 10 هست. دوستان اگه فهم میکنین که به اندازه کافی فرصت ندارین، مهلت ندارین که بخواین انتخاب کنین، میتونین روی ایست بذارین، برگردین نگاه کنین انتخاب رو. پس انتخاب اول جادوی هوا هست و انتخاب دوم تغییر و تحول. خب این دوتا کارت ها هستن. خب من برای هر انتخاب یک کارت جواب فرشتگان رو هم میکشم و میذارم روشون که در آخر هر فال با هم دیگه نگاه میکنیم. خب برای دست اول برش میگردونم، خب اینجا میذاریم و برای دسته دوم این رو هم اینجا میذاریم. خب دوستان سخنم کوتاه میکنم، میرم سراغ انتخاب اولمون که جادوی هوا هستش. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب 1 رو داشتین، جادوی هوا. کارتتون رو میذارم کنار و اینکه بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما، شخصی که به اون دارین فکر میکنین دوستان، آیا دلش برای شما تنگ شده یا نه. ببینیم چه خبر است، آیا این شخصش برای شما تنگ شده. عزیزان و دوستانی که انتخاب اول داشتین، دوستان من قبل از اینکه برم به تاروت برسم اول یک انرژی ازش میگیریم، ببینیم چه خبر است، در چه انرژی این شخص وجود داره الان در حال حاضر در ارتباط با شما. قبل از هر چیزی دوستان توجه کنین این فال ها فال های عمومی و جنرال هستن. آنچه را که به خودتون میخوره بردارین، فکر نکنین هر فالی تمام و کمال مال شما هست دوستان. خب این کارت رو من اینجا بذارم و کارت بعدی رو هم میکشم. خیلی خوب، نمیدونم کارت هستم توی دوربین یا نه، ببینیم. خب دوستان هر کاری کردم که بخوام دید دوربین درست بهتر از این کارم نشد میترسم. خب بریم ببینیم که کارت بعدی در مورد دوتا کارت افتاد. خب دوتا کارت افتاد، دوتا کارت رو چی میکنم اینجا میزنم. خب قبل از اینکه برم سراغ تاروت دوستان، من این انرژی ها رو بهتون کم کم کارت ها رو نشون میدم و اینکه با هم دیگه نگاه کنیم. ببین دوستان این شخصی هستش که ببینه همه چیزش رو از دست داده و رفته، مادیاتش رو از دست داده، یه بخشه روی کولش هستش رو داره میره و در حالی که این شخص میخواد با هم ببین داره حرف میزنه با از یه نفر خداحافظی میکنه، در واقع نمیخواد همه رو از دست بده. رفتم
شاید شخص احساسی شما یا شخصی که در سر داری حالا حتما احساسی نباشه، رفته به خاطر دیگران رفته، به خاطر دیگری رفته. ممکن هست این باشه. به هر حال شخصی هستش که الان در حال حاضر مسئله مادی شاید توی زندگیش فرو ریخته. چیز سختی توی زندگیش اتفاق افتاده از نظر مادی. ببین رفتنش اینجا کاملا مشخص هست و اینکه از دست دادن یک ثروتی که داشته و الان در یک چه هستش در واقع نمیتونه درست مساله ببینه. یک سکوتی وجود داره، سکوت مطلق دوستان، که در اون هر کاری که میکنه بخواد مسائل رو درست ببینه، به حس ششم خودش هم وصل بشه، خبری نیستش دوستان. پس متوجه هست که چیزی رو از دست داده، میدونه برای چی از دست داده، کاملا برای دیگری، برای دیگران، شاید برای موقعیتی دوستان، و الان در یک سکوتی هستش. ممکن هستش که در کنار این شخص انرژی قطب مؤنث دوستان، همونجور که بتونم، و نه جنس مؤنث، کسی هست در کنار این شخص که آنچنان نفوذ خوبی هم بر روی این شخص نداره. این حرف رو میزنم دوستان که میدونین ممکن هستش که یک آقایی باشه، حتما خانم نیست، قطب مؤنث دوستان. آنچه به شما میخوره برای خودتون برداریم. به هر حال در یک سکوت مطلق هستش و احساس میکنه واقعا چیزی رو از دست داده با این رفتن. دارم میبینم که تو کارت های دیگه که دوتا کارت براش افتاد، یکی این شخصی هستش که الان واقعا ببینید اینجا سعی میکنه به حس درونی خودش وصل باشه ولی آنچنان موفق نیست، آنچنان نمیتونم. و دارم میبینم که معتقد شده این شخص، مقداری معتقد هستش، مقداری فکر میکنه که حالا من به خدا ایمان دارم و من هدایت شده هستم و من به خودم هم اعتقاد دارم. فکر میکنه که میتونه از اون حس ششم خودش استفاده کنه، که این کارت میگه که نه، موفق نیست. و حالا خوشبخت است وقتی که به شما فکر میکنه دوست عزیز و اینکه میگه که من احساس میکنم که خوشبخت هستم و شکوفا و خوشحال هستم از اینکه با تو ملاقات داشتم توی زندگیم. خب ما هم خوشبخت هستیم. بفرمایید شما. خب دوستان بریم ببینیم حالا، پس تا الان که این شخص پس واقعا چیزی رو از دست داده، احساسش حداقل این هستش که من چیزی رو از دست دادم با رفتنم و الان در یک سکوت بسیار بدی هستم و دید کافی بر روی مسائل من ندارم دوستان. خب بریم ببینیم که تاروت چه حرفی بهمون میزنه دوستان در ارتباط با این شخص. این دوستان این شخص امید و آرزو داره که یک روزی بتونه اون شاید بی‌عدالتی که در حق شما انجام داده چیکار کنه، دو مرتبه درستش کنه. خب کارت بعدی، من کارتا رو می‌ریزم دوستان براتون. دوستان توجه کنید اینجا ببینید شخصی هستش که قبل از اینکه خط دوم بخوام براتون بریزم، اینجا کاملا من دارم میبینم که دلش برای شما تنگ شده. کارت اول رو میگفتم، متوجه شده که چه چیزی با ارزش رو از دست داده و الان چیزی نداره دوستان. دارم میبینم این شخص ببینید از زندگیش دستش هستش، میدونید به زندگی مادیش در حال حاضر بسیار توجه میکنه، چون شاید توی یک دوره قسمتی برهی از زندگیش هستش که تغییر و تحولات در راه هستن. به شما خیلی فکر میکنه دوستان و اینکه دارم میبینم دلش میخواد که مقداری سرنوشت بهت کمکش کنه، یک چیز که کسی بیاد پس کلش بزنه، هولش بده تا اینکه بیاد به سمت شما. ولی به هر حال دارم میبینم که داره. ببین شما دوتاتون یکیتون این ور افتادین، یکیتون این ور افتادین و بینتون چی افتاده؟ هم کائنات
کائنات، نه کارت کائنات اینجا نیفتاده، میگم فرشتگان افتادن و همین که سرنوشت افتاده. به هر حال دارن هولتون میدن. به هر حال باید این شخص میدونه که داره به سمت یک به قول معروف تصمیمی داره میره که شاید قبل و بعدش با هم تفاوت داشته باشه و سرنوشت هم داره. اونو متوجه هستش که این شخص متوجه هستش که کارمایی رو هم داره پس میده به خاطر مسائلی که توی زندگی شاید با شما با رفتن با سکوتی که در اون هست داره پس میده دوستان. پس دلش برای شما تنگ شده دوستان، در واقع بله دلش تنگ شده، دلش میخواد مسائل تغییر پیدا کنه، دلش میخواد این رابطهش در ارتباط با شما یک جان دوباره بگیره. خب یه نفرم بیاد هولش بده تو کالسکه، هولش بده بفرستش به سمت شما. خب در حال حاضر دوستان کاری دارم میبینم که در حال تفکر هستش. ببینین چون رفته اینجا یک سکوت مطلق وجود داره، پس بنابراین این شخص مشکل هستش که بخواد چیکار کنه، بخواد که همینجوری برگرده خیلی شیک بیاد بگه سلام من اومدم. خب مشکل هستش، همه یک جوری خاصی چیز هستش رفتار میکنن. از اینکه بهتون بگم دلش برای شما تنگ شده، بله این شخص کاملا مشخص هست که دلش برای شما تنگ شده. خب من کارت دیگرم براتون میریزم. چقدر آرکان ماژور در ارتباط با شما برای این شخص افتاد شما؟ واو، آرکان ماژور یا تاروت کبیر مسئله خیلی مهم هستن. شما شخص مهمی برای این شخص هستین که اینقدر براش آرکان ماژور افتاد دوستان. دوستان توجه کنین، حال این شخص بد هست. خب به فکر یک خوشبختی با شما هست، حالش بد هستش دوستان. به فکر این هستش که در حال حاضر چگونه بخواد جلو بره در ارتباط با شما. این مسئله در ارتباط با شما هستش. شخصی هستش که خیلی به قول معروف مستقل هستش و این که دارم میبینم که در واقع در حال حاضر همونجور که قبل هم بهتون گفتم این شخص شاید در قسمتی از زندگیش هست که تغییر و تحولاتی در راه هستن. در ابتدای یک مسئله هستش دوستان و داره و انتظار میکشه، استقامت میکنه، حتی در مقابل شما داره استقامت میکنه، ولی دارم میبینم که اینجا وقتی که به شما فکر میکنه دوستان احساس قدرت داره. خب احساس میکنه که همه چیز امکان داره ولی حالش خراب هستش. کارت اول این حرف رو داره به من میزنه. دور و برش آدم هایی هستن که شاید به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل کاری، به خاطر یک سری از مسائلات هنوز باید استقامتی انجام بده. ببینید 3 تا آرکان ماژور تاروت کبیر در ابتدای این افتاد برای من. بله 100% دل این شخص برای شما تنگ شده، دوست داره که در ارتباط با شما وارد یک دوره جدید بشه. دو تا کارت بالا میگفتم به آخر رسیدن دوره و دو تا کارت اینجا این کارت به من میگه که وارد دوره جدید شدن، ولی دارم میبینم که حتی شک و تردیدهاش هم داره از بین میره دوستان. حرف از این میزنه که بسیار دوست داره که شما رو ببینه، با هم دیگه خوب و خوش و خوشبخت باشین دوستان. به سمت شما بسیار کشش و گرایش داره. خب دوستان بریم ببینیم که کارت های اوراکل بهمون چی میگن در ارتباط با این شخص. یک کارت افتاد، این شخص پر از
بهتون گفتم دوره مهمی از زندگیش رو داره پشت سر میگذاره، یک برهی هستش که شاید در اون همجور که گفتم بهتون باید استقامت کنه، باید مبارزه کنه، باید از حقوق خودش شاید جایی دفاع کنه. دارم میبینم اینجا دوستان توجه کنین که بسیار تناقض در این شخص هست در ارتباط با شما. از جانبی شما براش خوشبختی هستین، خورشیدش هستین، از جانبی دیگه در خودش ببینید ایستی که برکی که در این رابطه ارتباط با شما وجود داره و الان دوست داره که مسار تغییر پیدا کنه و به یک سطح بالاتر برسه. یه دقیقه میگه بله، یه دقیقه میگه نه. به چی؟ به اینکه با شما وارد ارتباطی بشه و اینکه دارم میدونم قسمتی از زندگیش هست که واقعا در یک بحران خیلی عمیقی داره به سر میبره. در ارتباط با شما دوستان، دوست داره شما رو ببینه، دلش برای شما تنگ شده. خب حالا بریم ببینیم که کارت اینجا بهتون گفته بود که اینجا جادوی هوا. دوستان هوا حرف از تفکر میزنه. خب تفکر هستش برای من. پس بله به شما فکر میکنه، دلش برای شما تنگ شده. فرشتگان میگن نه. نه به چی؟ نه به چی؟ دلش تنگ نشده یا اینکه دلش تنگ شده. یه کارت دیگه میکشم روشم. بهتون میگن که مثبت بخواین، مثبت بخواین. من فکر میکنم که فرشتگان بهتون میگن نه به این که شک کنی که دلش برای شما چی هستش تنگ نشده، به خاطر که کارتی که افتاد از جادوگران دوستان کارت فکر کردن بود. پس مثبت باشین، منفی نباشین. یک سریاتون شاید خیلی منفی فکر کردین نه دلش برای من تنگ نشده، اینجا افتاد که چی؟ بله دلش برای من تنگ شده. خب دوستان این فال شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه و میرم سراغ انتخاب دوم. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب دوم رو داشتین. دوستان توجه کنین، انتخاب شما این بود، تغییر و تحول. خب و کارت فرشتگان آخر از همه با هم دیگه نگاه میکنیم. خب بریم ببینیم شخص مورد نظر شما یه دلش برای شما تنگ شده یا نه دوستان. بریم ببینیم چه خبر هست در کارت ها. خب این کارت اینجا میذارم. و کارت بعدی از آرکان‌های ماژور یا تاروت کبیر استفاده می‌کنم دوستان. و از این اوراکل‌های استفاده میکنم که من چه حالت روحی نسبت به شما داره. مثل که امشب میخواد دوتا دوتا بیفته، اشکال نداره. خب دوستان قبل از اینکه برم سراغ کارت های دیگه این قسمت رو با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان. این شخص وقتی که به شما فکر میکنه دوستان توجه کنین، مسائل برش خیلی ساده هستن، برش خیلی راحت هستن. وقتی که به شما فکر میکنه ببینیم مثل این شخصی که خیلی به این فکر میکنه که چقدر ساده و روان بوده. خب خودش بوده این شخص، در واقع خودش بوده، خود واقعیش بوده. الان در حال حاضر در حالتی داره به سر میبره که انگار که مسائل براش آنچنان روشن نیستن توی زندگیش و اینکه مسائل مبهم و ناشناخته براش زیاد هست. ترس استراب این شخص زیاد هست دوستان. ببینین دوست داره که پروژه‌ای که توی زندگیش هستش رو چکار کنه، ادامه بهشون بده، ولی وقتی که به شما فکر میکنه انگار که زندگی دو مرتبه یک حالت خیلی خوبی بهش دست میده که هم نقاش هستش و هم شاعر هستش و هم هنرمند هستش و فکر شما به این شخص انرژی میده دوستان.
میگه من با تو خودم هستم در واقع، اون خود واقعیم هستم، اون طبیعت خودم هستم. و الان ببینین در یک شک و تردید و در یک استراب بسیار زیادی هست. چرا؟ چون این شخص، من دارم میدونم، شخصی هستش که خیلی هدفهای مادی داره توی زندگیش، چیزهایی داره که میخواد بهش برسه و اینکه روی اون فوکوس هست. هم تو رو میخوام، هم من با تو خوب و خودم بودم، هیچ وقت با هیچ کس دیگه مثل تو نبودم، با دیگران شاید نقاب بر چهره دارم ولی با تو خود خودم هستم، ولی من یک اهداف دیگه دارم، میخوام یک آدم به قول معروف خارق العاده باشم، نمیخوام یک آدم عادی باشم. وقتی که به تو فکر میکنم هم جان میگیرم در واقع. خب بریم ببینیم که تاروت چه پیامی داره در ارتباط با این شخص برای شما دوستان. خب من کارتا رو میریزم بعد با هم دیگه میخوابیم. بله دوستان، همونجور که گفتم این شخص شخصی هستش که اهداف زیادی توی زندگیش داره، شخصی هستش که مادیات براش مهم هستن و میخواد بدرخشه. از جانبی دلش برای شما تنگ شده دوستان، دارم اینم به شما فکر میکنه، برای که کارت اول این حرف رو به من میزنه که به شما خیلی فکر میکنه دوستان، ولی وقتی که موضوع احساسات که پیش میاد دوستان، دارم میبینم که میخواد یک جوری احساساتش رو جلوه بده با سیاست مداری کامل. و اینکه دارم میبینم که ببینید شخصی که نگاه کنید دوستان، یک کشتی دستش هستش، نمیدونم واقعا این کشتی دستش هستش یا اینکه نقش لباسش هستش، تا این حد میخواد مسائل چیکار بکنه بروز داده نشه، کسی نفهمه توی دل من چه میگذرد در واقع، به خاطری که من اهداف دیگه دارم. من ببینید اینجا کارت امپراتور برش افتاده، امپراتور جرثقیل بیارین حرکتش بدین و یا اینکه کالبد شکافیش کنین که ببینیم تو قلبش چه خبر هستش در واقع، احساساتش رو نباید نشون بده. و ببینید یه کارت شاه افتاده، یه کارت امپراتور افتاده دیگه، چند تا دیگه هم میافتاد دیگه، همه همش میشد شاه و شاه و شاه. و اینکه دارم میبینم که دوستان وقتی که به شما فکر میکنه امید و آرزو داره، دو مرتبه ستاره اینجا کارت افتاده که حرف از این میزنه که یعنی مسائل روز احساس میکنه که شما در طالعش هستین در واقع، احساس میکنه حالا در طالع اونایی که مسائل احساسی دارن، اونایی که در مسائل احساسی نیستن مسائل یه جور دیگه هستش دوستان. وقتی که به شما فکر میکنه امید و آرزو داره که چی بشه که دو مرتبه مسائل درست بشن، همه چیز روشن بشه، ولی شخصی هستش که باز ببینید این شخص هم در سرش هستش، میخواد همه چیز روشن بشه، مسائل احساسی رو میخواد از دیدگاه چیکار کنه مغز نگاه کنه، به پروژه بیشتر فکر کنم تا اینکه بخوام به چی فکر کنم، تا اینکه بخوام به قولن قلبم برسم. من پروژه دارم، من انگیزه دارم، باید پروژه ما تا آخر برم، میترسم، شک و تردید دارم نکنه یه چیز مخفی اون دورو بر باشه، مضطرب هستم، مگر مبادا یه وقتی دلتنگی من باعث بشه که پروژه های من جلو نره. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چی بهمون میگن دوستان در ارتباط با این شخص. ببین دوستان هر وقتی که بهتون میگم دلتنگی، پشت کارت ها باز هم پادشاه افتاده، پادشاه بیمار که لباسش رو از تنش در آورده و پایین انداخته. خب بریم ببینیم که کارت دیگه در ارتباط با این شخص بهتون چی میگن. بسیار زیبا. دوستان توجه کنه این شخص اولا که شما رو در قلبش داره، دوست داره. ببین دو تا آس برای این شخص اینجا افتادن، یکی
بود که در سرش بود و اینجا دارم میبینم که شما چی هستش در قلبش هستین. پس با شما دوست داره که دو مرتبه دیداری داشته باشه، دلش واقعا براتون تنگ شده و اینجا دارم میبینم وقتی که به شما فکر میکنه دوستان خوشبخت هست، خوشحال هست، همونجوری که اینجا میگفتش که من هنرمند میشم، نقاش میشم، شاعر میشم و اینکه بله خواننده میشم، همه چیز با هم میشم. پس اینجا هم به همین صورت هستش. با شما وقتی که به شما فکر میکنه انگار که همه چیز درست هستش، همه چیز سر جاش هستش، میزان هستش، گرما وجود داره، به اون گرمایی که شما بهش میدادین فکر میکنه. و اینکه دارم میبینم که ولی شخصی هستش که در مقابل مسائل احساسی دوستان یک کودکی بیش نیست، نابالغانه با مسائل رفتار میکنه و شخصی هستش که شما رو زیر نظر داره، شخصی هستش که شما رو دور و از دور و دور میپاد. خب و مثل یه بچه ای یواش یواش میخوام برم ببینم چه خبر هستش، از این اون بپرسم یا این ور اون ور روی شبکات اجتماعی نگاه کنم. یه بالاخره اونایی که با هم دیگه در ارتباط نیستین دوستان به این صورت هستش. و اگر با هم در ارتباط هستین بدونین که این شخص خیلی بچگانه رفتار میکنه. دارم میبینم که دوستان به خاطر مسائل مادی باز هم یک شاه دیگه افتاد. بهتون میگم همه شاههای دنیا رو این شخص برای خودش جمع کرده. به خاطر مسائل مادی دوستان مجبور هستش که فاصله بگیره، در حال حاضر یا در جا به جایی هستش درش براتون تنگ شده، یا اینکه فاصله بگیره و فکر کنه. بهتون گفتم پروژه های دیگه این شخص جاهای دیگه داره دوستان. خب پروژه هایی داره که براش بسیار بسیار مهم هستن و برای اونها حاضر هستش که خیلی خیلی کارا انجام بده در واقع. خب و اما بریم ببینیم که اوراکل ها چه حرفی بهمون میزنن در ارتباط با این شخص. این شخص همجور که این بالا افتاده بود بهتون گفتم میترسه، مضطرب هستش، همه این چیزا، شخصی هستش که پر از ترس هستش، شخصی هستش که پر از شک هستش، شخصی هستش که همجور که بهتون گفتم بر احساساتش میخواد کنترل داشته باشه، میترسه که احساساتش مانع از این باشن که بخواد به اون اهدافش برسه. اینجا هم همین رو دارم میبینم. خب مادیاتی بودن این شخص چندین و چند بار برای من تکرار شده دوستان. توجه کنه این پشت این کارت این حرف رو به من میزد، این شخصی هستش که مادیات براش بسیار مهم هست دوستان. اینجا هم چندین بار داره تکرار میشه، این شخص اولا که مادیات براش بسیار مهم هست، شخصی هستش که بسیار باهوش و زیرک هستش و اونجایی که باید در بره در میره، جلوی همه خیلی زرنگ هستش. و اینکه دارم میبینم که دوست داره باید تصمیم بگیره، باید تصمیم بگیره توی زندگیش، ولی چه تصمیم بگیرم، تصمیم عشق بهتر است یا ثروت، کدوم یکی بهتر استش دوستان. خب دارم میبینم در مورد مسائل عاطفی هم دارم میبینم این شخص خیلی به قول معروف با مغز میخواد کار کنه، همونجور که دیدیم خیلی شاه برای این شخص افتاد. شاه وقتی که زیاد میفته این شخص بسیار جایگاه خوبی داره، مستحکمی داره.
خب همجور بهتون گفتم مبادا مسائل احساسی باعث بشه که تیشه به ریشه مسائل مادیم بزنه. پس من برای این محتاطانه باشون برخورد میکنم، عجله ندارم در مورد مسائل احساسی. تازه خیلی هم شخصی اینجا خیلی چیزها رو هم قایم میکنه، حتی احساس دلتنگیش به شما رو داره قایم میکنه. دیدیم اینجا این شخص نمیدونم کشتی که دستش بود جزئی از لباسش بود یا اینکه واقعا دستش بود. به گذشتش خیلی فکر میکنه، قسمتی از گذشتش رو ببینید دوستان این شخص در واسه خودش نگه میداره، در موردش حرف نمیزنه، مخفی کاری زیاد داره، به شما فکر میکنه دوستان. و دارم میبینم که اینجا باز هم این شخص مادیاتی بودنش و اینکه سطحی بودن در ارتباط با مسائل دارم براش میبینم. وقتی بهتون میگم سطحی یعنی که ظاهرش اینجوری هستش، شخصی هستش که ظاهر مادیات براش مهم هست، پروژه‌اش براش بسیار مهم هست. مسائل عاطفی دارم میبینم اینجا با اینکه اینقدر احساس من دارم میبینم، ولی دارم میبینم که میخواد بر خودش متمرکز باشه، بر احساساتم متمرکز باشم و اینکه با مغزم تصمیم بگیرم و نه اینکه با قلبم. خب دوستان اینجا تغییر تحول، پس امید داشته باشم که این شخص در حال یک تغییر تحول هست. همونجوری که دیدیم باید انتخابی رو انجام بده. خب در ارتباط با مادیات، آیا مادیات رو انتخاب کنم یا اینکه مسائل احساسی؟ ببینیم فرشتگان امیدوارم که سر به سرم نذارن با مثل انتخاب اول، بهتون میگه که فکر کنید. خب به این مسئله فکر کنید. به این مسئله فکر کنید. بعد دوستان شاید منظور فرشتگان از اینکه میگم فکر کنین یعنی اینکه ببینین آیا شما این شخص که دارین میبینین به چه صورت هستش که احساساتش جای چندان براشون نمیذاره، با اینکه میدونه که با شما بودن هستش که خودش هستش و طبیعت واقعیش هستش، مادیات براش خیلی مهم هستش. ببینین که آیا همچون شخصی ارزش اینکه شما دلتون براش تنگ بشه داره یا نداره. اون من هیچ قضاوتی در این مورد نمی کنم، فقط دارم سعی می کنم تفسیر کنم کارت فرشتگان رو که بهتون میگه که فکر کنیم. من این کارت دیگه می کشم روی کارت فرشتگان. میگه اعتماد داشته باشیم، فکر کنیم و اعتماد داشته در مورد نک اعتماد داشته باشیم، در مورد اعتماد میتونیم به این همچون شخصی اعتماد کنیم. و ببینیم باز هم پشت این کارت ها میگه که روابطی که آدم میتونه ازشون سود و منفعت داشته باشه، منظورش مادیات هستش. خب این شخص حتما دوربرش شاید این همچون افرادی وجود داره. خب پس بیشتر در مادیات هست و نه اینکه در معنویات و مسائل سطحی براش مهم هست، با اینکه شما رو در قلبش داره ولی کاملا میتونه به خودش با اون شخصیت که داره مسلط بشه، تسلط داشته باشه. دوستان عزیزان این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.